امروز برای شما باشندگان و همراهان کانال یک مطلب رو برای استحضار و همچنین آگاهی شما و اینکه دیروز مطلبی رو برای اولین بار در کانال گذاشتم در مورد استخدام و تسخیرات پادشاهان جن و عرض کردم اگر که ببینم بازخورد این خوب هست از این دست مطالب و آگاهی رسانی هایی که بسیار 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 مهم هست برای شما خواهم گذاشت. خوشبختانه دوستان خیلی استقبال کردن و امروز در مورد یکی از تابوهای علوم غریبه و همچنین علوم تسخیرات، دعوات، احضارات، استخدامات به نام تابوی استخدام ملک میتترون، ملک بزرگوار، که در ادامه بهتون خواهم گفت از این دست مطالب آیا این واقعیت داره و سوالاتی مدام از من بابت این بزرگوار میشه چه هست. با من در ادامه همراه باشید تا این مطلب رو برای همیشه از ذهن شما، مطالبی که قش داره رو پاک بکنم و صاف و شفاف در مورد اون بدانید. با نام و یاد ایزد دادار، او که پایدار است، و با درود و عرض ادب خدمت تک تک شما باشندگان، بینندگان، همراهان، ماموزان در هر کجای از گیتی که هستید، امیدوارم تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه، همواره در تندرستی و بهروزی و بهکامی به دور از کجی و کاستی زندگی بکنید و این نوروز براتون فرخنده فال و فرخ روزی باشه و انشالله که در زندگیتون به دور از هر غم و مشکل اولا تندرستی و بعد آمده های مالی و این مطالب در زندگیتون بیشتر و بیشتر بشه و هر آنچه که انشالله میطلبید در این سال نو برای شما رقم بخوره. یک مطلب رو بارها تکرار کردم و این هست که بزرگتراتون خدمت بکنید و سعی بکنید سرلوحه‌ای باشید برای کوچکترها که این مطلب رو یادشون نره. در فرهنگ گذشته ما این مطلب بسیار بسیار پررنگ بوده. و اما برسیم به استخدام جناب ملک بزرگوار، ملک میتترون. در کتب قدیمی خیلی در مورد این بزرگوار صحبت شده و اصلا ایشون وجود خارجی دارند، ندارند، جایگاه ایشون کجا هست، ایشون چی هستن اصلا، و هزار یک داستانی که در مورد ایشون صحبت شده و صحبت هایی که تا الان و تجربه دو نفر از بزرگواران رو میخوام بهتون بگم که اون عزیزانی که حالا به هر دلیل از جایی صحبتی و چیزی شنیده بودن رفتن نشستن در این اصطلاحاً چله و چه بر سرشون اومد چه نیامد و اینها رو برای شما واگویه بکنم. خب متاسفانه دوستان، اگر دیروز در فضای کتاب‌های علوم غریبه ما 1% مشکل داشتیم، امروز با توجه به اینکه فضای مجازی که دیگه حالا فضای حقیقی شده 1000% مشکل رو اضافه کرد، یعنی 10,000 برابرم از گذشته بدتر. با توجه به اینکه خب هر کسی از جاش بلند شده، ماشاءالله برای خودش علوم تسخیراتی رو باز کرده و علوم افتتاحاتی رو باز کرده و از هر کجای افتتاحی رو میکنه، از هر کجای تسخیر رو میکنه، از هر کجای یک، بعضی ها 380 موکل، بعضی ها 200 موکل، بعضی ها در انگشتر 254 موکل و و و داستان هایی که هر کدوم اگر که ما بخوایم در مورد صحبت بکنیم قصه 1001 شب و 72 من مثنوی و کاغذ میشه. متاسفانه امروزه فضای مجازی در باب علوم غریبه، عزیزان اگر حواستون نباشه، مثل یک چاهی هست که این چاه بی ته و بی نشان هست، یعنی ته اون دیگه مشخص نیست. وقتی افتادید داخل این چاه هرگز نخواهید بیرون آمد، یعنی نتوانستن که بیرون آمدن دی به قول گذشتگان، از اون دیگه نمیتونید بیرون بیاد. چنان شما رو در منجلاب و در بدبختی غرق خواهد کرد که عمرن که شمایی که تا دیروز سرتون درد نمیکرد اومدید دستمال بستید، حالا اگر تا دیروز یک مشکل داشتید و برای اون یک مشکل رفتید یک سری دستورات عجیب و غریب از آشغالدانی های یک عده در آوردید و انجام دادید، امروز بابی براتون باز شده که اون باب هر ثانیهش 1000 مشکل هست.
و متاسفم از اینکه باید بگویم که فضای مجازی ما امروز شده یک بابی برای ورود هر انرژی خور، حتی همون کسی که اونجا داره برای شما برنامه میذاره همون هم خودش باب انرژی خاری هست برای شما. یعنی یک سری دستورات میده به شما، این دستورات باعث میشه شما در دام اون انرژی خار بیفتید، در دام اون مشکل بیفتید و عملا یک فیدبکی رو اون بشری که این رو به شما دستور داده بگیره. پس عملا عزیزان، دوستان، خواهشمندم از شما، بارها خواهش کردم، من صحبتم نه به عنوان کسی مثل دوست عزیزی که میاد نقد میکنه، بنده به عنوان کسی دارم صحبت میکنم که حداقل یک بار در این راه یک گوشه لباسم پاره شده و 4 بار خوردم زمین، بلند شدم و این رو بر باب فردی دارم به شما میگم که خب بالاخره در این راه حالا به هر نحوی یک لطفی بهش شده. پس عزیزان، دوستان، من از شما خواهش میکنم، این رو به عنوان خواهش دارم از شما میکنم که سعی بکنید هرچه را از هر کجای دیدید بر ندارید در دفتر یادداشت بکنید، از فردان بسم الله الرحمن الرحیم برید بشینید و این کار رو انجام. حتی در باب صحبت هایی که من در کانال خودم کردم بارهای بار تکرار کردم که این دستورات مخصوص هر کس نیست، هر کسی نباید این کار رو بکنه. پس این رو یادتون باشه، فضای مجازی شده یک درگاه برای نابودی هموطنانی که همین اسای در مشکل هستن. با این کار یه بابی رو بیشتر باز نکنید که این باب دیگه شما رو نمیتونه نه تنها از اون فضای مشکل آلوده در نمیاد که والا این که میفتید توی یک چاهی که بی سر و ته هست و حالا باید تا ثریا میرود شما بدوید دنبال حل همین مشکلتون. این از این مطلب دوم در مورد حمایت از این سری کانال هایی است که شما رو ندانسته خالشاد خودش هم نمیدونه تو این چاه میندازه. شما با لایک کردنتون در این کانال ها، با گفتن کلمات مثل استاد این کانال بهترین کاناله، دست شما درد نکنه و الگوریتم یوتیوب دوستان از علوم غریبه چیزی نمیفهمه عزیزان، از علوم غریبه هیچی نمیفهمه الگوریتم یوتیوب. الگوریتم یوتیوب زمانی که شما یه برنامه رو میاد لایک میکنید یا یه 4 تا کامنت براش میگذارید، میگه برنامه خوبیه، برمیداره به 4 نفری که هنوز در این باب اطلاعی ندارن میره نشون میده و اون بدبخت بیچارهی که از یه مشکلی میخواد بره یک راه حلی در بیاره تو علوم غریبه نمیدونه که شما هم هیچ موقع نمیخواید که او رو داخل یه مشکل بدتر بندازید. ولی با همین کاری که دارید میکنید، حمایت از این کانال ها، شما میشید دقیقاً مثل کسی که یه آبگوشتی رو داره به کمک یه نفر دیگه درست میکنه، ناخواسته او رو هم میندازید تو چاه. پس این رو تا اینجا یادتون نره. من از شما خواهش میکنم عزیزان، دوستان، در این مسائل و در این مواردی که بنده بارها توضیح دادم لااقل یه مقداری با خودتون تفکر میکنید. و اما بریم سراغ جناب ملک مهدترون. دوستان خیلی از من پرسیدن این ملک مهدترون جن چی هست؟ عزیزان، اون عزیزانی که نمیدونن باید بهشون بگم ایشون ملک الارواحه، ایشون ملک الارواح هست و ملک الارواح موجودی هست که در باب جنیان و در بعد جنیان نیست. شاید اسم ارواح آگاه رو شنیده باشید و ارواح آگاه اون دسته از ارواح هستند که اینها اصطلاحاً زنیت و مردانیت و این مسائل درشون وجود نداره. عزیزان، یک دسته پایین‌تر از حضرات ملائکه هستند و بالاتر از ابعادی مثل اصطلاحاً ابعاد پریزادها، پریان، ابعاد جنیان. ایشون یکی از بزرگترین و قدرتمندترین ارواح هستند که اسمشون هم روشه، ملک الارواح. ایشون رو هیچ کس نمیتونه به این آسونی ببینه مگر کسانی که در عالم ماوراءطبیعه دارای نشان، دارای رسم، دارای اصطلاحاً قدرت‌هایی هستند که نام و نشان اون فرد عامل در اون عالم زبان زد هست. متأسفانه من 2 نفر از کسانی رو که از گذشته میشناختم در 2 دستور از این ملک مهدترون، یکیشون متاسفانه
به جنون کشیده شد و سالهاست ازش خبر ندارم، که حتی ایشون رو هیچ کس ندیده بود. نوچه ای از اون عوالم برای ایشون ظاهر شده بود که یکی از خادمین پایین دست این بزرگوار بوده. اصلا خادمین، چون میدونید که اونها رده به رده خادم دارند. زمانی که این موجود ظاهر میشه با یک هیبت بسیار بسیار اصطلاحا دهشتناک و هیبت بسیار بزرگ، این فرد از همونجا زبونش بند میاد، خودش رو خراب میکنه و متاسفانه با هزار یک مشکل میان از داخل مندل برمیدارن میبرنش. و حالا جوری که میگفتن این آقا یک روز هیچ کس ازش خبر نداشته و زمانی که میان میبینن بله در اون خونه اتفاقاتی افتاده و بعدها تعریف میکنه که چه اتفاقی برش. یک نفر این فرد هست که در استخدام این اصطلاحاً حضرت بزرگواری همچین چیزی براشون اتفاق میفته. و متاسفانه در مطلب بعدی فردی بوده که اون فرد زمانی که میاد میشینه حتی به روز، در اون 41 روزی که میگن استخدام ایشون طول میکشه، حتی به روز دهم هم نمیرسه و متاسفانه سنکوپ میکنه و تا اونجایی که من خبر داشتم ایشون به کما رفته. و حالا صحبت مال خیلی گذشته است، اما دوستان عزیزان گرامیان، من بارهای بار صحبت کردم در این موارد، حالا به صورت جسته گریخته، اما بارهای بار گفتم هر کسی باید به اندازه گلیمی که داره پاش رو دراز بکنه. دوستان عزیز، گرامیان، ارواح برای هیچ کس تسخیر نمیشند، ملائک برای هیچ کس تسخیر نمیشوند. این یک وهمی است که یک عده در این راه، کسانی که نام خودشون رو استاد گذاشتند، باعث شدن که شما متاسفانه و باز هم متاسفانه برای این که 4 نفر فالوور جمع بکنند و برای این که 4 نفر اون رو ببینند و برای این که 4 تا مشتری جمع بکنند دور خودشون و بگن که بله من هم کسی هستم که رستم بود پهلوان و در فضای مجازی اسمی از اسمها در بیاره، دستوراتی رو میاد میذاره که نه تنها من در فضای مجازی این رو دیدم، متاسفانه در کتب زیادی این دستورات رو دیدم و هیچ کدوم از این دستورات یک سر و تهی ندارن و هیچ کدوم از اینها اون چیزی نیستن که شما بروید بنشینید. حالا من در ادامه در مورد بعضی نسخ چیزهایی رو میگم که این رو باید حتما آویزی گوشتون بکنید. بسیار خوب عزیزان، اگر میبینید که این سری برنامه ها و یا کانالی مثل کانال ما برای شما اصطلاحاً کانالی هست که راهی رو روشن میکنه یا برای شما آگاهی رسان هست یا برنامه و کانالی هست که میتونید ازش استفاده به درستی ببرید، برای اینکه ما رو هم حمایت کرده باشید و برنامه‌ای مثل این برنامه که خیلی مهم هست برای همه کسانی که میخوان علوم غریبه رو بشناسند، لطفاً برای اینکه الگوریتم یوتیوب هم کمک بکنه ابتدا 2 کامنت انگلیسی برای ما بگذارید، حالا هر چی میخواید بنویسید به صورت انگلیسی، و یک لایک رو حتما سپاسگزار میشم بزنید. بعد از اون عزیزان، این کانال رو عزیزانی که میتونن کمک بکنن، این کانال ما کانالی هست که نه اسپانسر مالی داره نه کسی حامیش هست، و برای اینکه بتونید کمکی بکنید، حالا چه عزیزان خارج از کشور میتونن از روی پیپلی که بر روی تصویر ظاهر میشه و اون عزیزانی که داخل ایران هم هستن میتونن از شماره کارتی که داخل کانال تلگرام هست کانال رو حمایت بکنن. راحت ترین راه هم این هست که شما میتوانید تبلیغاتی که بر روی برنامه ها میاد، این تبلیغات رو رد نکنید و هر تبلیغ رو اندازه 30 ثانیه لااقل نگاه بکنید. این راههای حمایتی هست و باعث میشه که کانالی، حالا ما سعی کردیم که آگاهی رسانی داشته باشیم، سعی کردیم که تا اونجایی که میشه نذاریم هموطنانمون همراهانمون توی چاهی بیافتن که نتونن از اون بیرون بیان. عزیزان، دوستان، بنده خودم در زندگی خیلی سختی کشیدم و دوست ندارم هیچ عزیزی بره داخل سختی بیفته که بی سر و ته هست. پس لطف کنید قدر اینجور جاها رو بدونید که به شما آگاهی رسانی میکنن به صورت خیلی خیلی شفاف و رایگان. سپاسگزار میشم از شما. مطلبی که میخوام اینجا بهتون بگم عزیزان، بارهای بار شنیدم که گفتن آقا ایشون یک پسر داره و نمیدونم پسر ایشون
این هست آن هست، نمیدونم اسمش میترونه، نمیدونم میتره، داستانهای از این دست. عزیزان ایشون تا جایی که بنده اطلاع دارم عرض کردم ملک الارواحه، جز ارواح مجرد هستن، اینها هیچ چیزی ندارند عزیزان، و چه میدونم زوجیت و بیان برن زن و بچه داشته باشن و مثل جنیان و مثل پریان و اینا. ایشون نه ملک پری هستن نه ملک جنی هستن نه هیچی. هر چه شنیدید از این دست بدانید یک عده از ذهنشون یه سری تراوشات رو در میارن میکنن تو دهن شما، تو ذهن شما. ایشون نه چیزی داره به عنوان چله استخدام، نه چیزی داره به عنوان چله تسخیر. تسخیر میدونید یعنی چی؟ من دیشب هم توضیح دادم در اون برنامه، اون برنامه رو حتما برید ببینید. تسخیر یعنی اسارت، یعنی چاقو در گلوی یک موجود گذاشتن، یعنی اینکه اون موجود رو به هر راهی که شما میخواید میکشونید و میرخصونید. آیا به نظر شما با عقل سلیمی یک انسان ملک الارواحی که اونقدر قدرتمنده که همه جنیان و پریان اسم ایشون رو میبرید مثل باد در آسمان محو میشن، آیا فکر میکنید که شما میتونید برید مثلا بشینید ایشون رو تسخیر بکنید یا مثلا چله استخدامش رو بذارید نوکر پدر ما بشن، بیان مثلا هر چی بگن مثل قول چراغ جادو علی بابا بگن بله چشم، یا مثل سنباد بشن؟ دوستان عزیزان، کسانی که این سری چرندیات رو دارن در ذهنی یک عده میکنند، عرض میکنم یا عده سوء استفادهگر هستن که فقط باعث آلودگی دیگران میشن، یا عده هستن که از روی بیسوادی میخوان سری در سرها در بیارن و نامشون رو پر آوازه بکنن. پس این رو یادتون باشه، خیلی از این کتب دست نوشته های عمدی بدبخت کردن ملت هست. میگید نه، برید از 4 نفر که باسواد هستن در این راه بپرسید. خیلی از دستوراتی که گذاشتن همش مزخرفه، همش باعث آلودگی هست، همش دستورات خراب هست. ما هم میتونیم یک کتاب رو برداریم بیاریم 24 ساعت چاپ بکنیم، هر کدوم رو این برنامه درست بکنیم برای شما، ولی آیا عقل سلیم این رو میگه؟ آدمی که در این راه یک بار اصطلاحاً قدمی رو در یک راه گذاشته و 4 تا کلام چیز رو فهمیده، آیا به نظر شما عقل سلیم او به او خواهد گفت که دیگران رو بنداز در یک چاهی که نتونن ازش بیرون بیان؟ و آیا در درگاه حضرت حق همچین چیزی درسته؟ و ما باید این کار رو بکنیم، یا باید آگاهی رسان باشیم و راه درست رو انجام بر دیگران نشون بدیم که کار درست رو انجام بدن؟ پس عزیزان دوستان، شما هم بانی بدبختی دیگران نادانسته و ناخواسته نشید. عرض کردم با حمایت این سری کانال ها دیگران رو بدبخت میکنید. پس یادتون نره، هر کجا دیدید صحبتی از تسخیر این چنین موجوداتی شد، من بارها دیدم مثلا میگن آقا قسم نامی ملک میتتران رو شما بخونید او میاد برای شما هر کاری بخواد. عزیزان قسم نامه فرق میکنه، قسم نامه اصلا اون چیزی نیست که شما میگید. قسم نامه درش کلماتی وجود داره که اون کلمات عزیزان و دوستان مثل این میمونه، میگن قسم نامه حضرت جبرائیل چه هست مثلا، درش از کلماتی مثل سبوه و قدوس و اینها استفاده کرده باشن. اونها یک سری ارتباطات وصلی دارن. بعد نام ملک میتترون از کجا میاد؟ از جفر میاد عزیزان، اون چیزی نیست که فکر میکنید. خیلی ها ای امان از ادهی که اینها رو نمیدانند. نگاه بکنید نام درست کردن برای خیلی از چیزها اصطلاحاً آسان هست. شما شاید یک مثلا پادشاه رو دیده باشید در یک دین بهش بگن شمعون، در یک دین بهش بگن مثلا ابانوخ، در یک جای دیگه بهش بگن فلان. عزیزان این نام ها نام های قراردادی است و اون چیزی نیست که شما فکرش رو میکنید. پس این رو کامل در ذهنتون داشته باشید و از این لحظه به بعد این اصطلاحاً برنامه و این دستور که حالا اسمش رو گذاشتم استخدام ملک میتتران رو برای همیشه از ذهنتون پاک کنید و قدم در این راه نگذارید و برای دیگر عزیزان همین برنامه رو شیر بکنید، اونها هم گوش بدن. شما وقتی در یک راه بیفتید، تو یک چاله برید بیفتید، اثر وضعی اون به بندم خواهد رسید. ولی وقتی یه جای آگاهی پیدا بکنید، حال شما خوب باشه، نهایتا در این کائنات، در این عالمی که من اسمش رو گذاشتم عالم ژلاتینی، من هم حالم خوب خواهد شد. پس سعی بکنید که به دیگران تا میتوانید راه درست رو در جهت بهتر شدن و آگاه تر شدن دیگران حرکت بکنید، نه ناخواسته باعث بشید با
تشکر و با تمجید و تعریف از یک عده‌ای که در فلان کشور نشستند و از خون مردم دارن بمبی درست میکنن بدبخت بکنن دیگران رو، و بعد هم بیان کریستال هاشون رو تو حلق مردم جا بکنن با قیمت های بسیار گزاف، حمایت نکنید. با ندانستن خودتون باعث نشید عده‌ای در این چاه ها بیفتند. اونها رو برای همیشه رد بکنید و اگر برنامه هم دیدید با دیسلایک، با آنفالو کردن اونها، حق اونها رو به اونها بدید و تا جایی که میتونید به دیگران آگاهی رسانی بکنید و باعث نشید که در این راه شما هم یک پله باشید برای بیچاره شدن و نابود شدن دیگران. امیدوارم که این برنامه برای شما برنامه مفید و آگاه سازی بوده باشه و از این برنامه استفاده کرده باشید و این مبهم در ذهن شما برای همیشه پاک شده باشه و بدونید که اینجور چیزها فقط یک وهم هست که برای شما افراد درست میکنن. امیدوارم که وسیله نباشید برای بیچاره دیگران، وسیله باشید برای بالا رفتن و نورانی شدن راه دیگران و راه خودتون. در پناه دادار پایدار باشید. کامنت انگلیسی و لایک یادتون نره. تا برنامه و تایم دعا شما رو به دادار پایدار میسپارم. دادار پایدار یارو یاور شما.